موزه میر عماد. پس از گذشتن از موزه های ریز و درشت مجموعه کاخ موزه سعدآباد و سیر و سیاحت در آثار هنرمندان ایران و جهان، به موزه نسبتاً جمع و جور میرسیم. موزه خط و کتابت میر عماد، یکی از بناهای قدیمی این مجموعه فرهنگی. این ساختمان زیبا به دلیل شباهت با بناهای متعلق به اواخر دوره قاجار احتمالاً مربوط می شود به اواخر قرن 13 و اوایل قرن 14. طبقه اول این موزه با زیربنای 196 متر مربعی شامل بخش‌های خطوط قبل از اسلام، خطوط تفننی، اشیای کاربردی و خط نسخ است. صداقت جباری هستم، متولد به روایتی اسفند 1340 در شناسنامه، ولی به واقع تیر 1341 در شهرستان اردبیل و روستای کلخوران شیخ علیا که مدفن جد شیخ صفی‌الدین اردبیلی هست و در اون فضا و در اون روستا من متولد شدم. طبیعتاً دوران کودکیم رو در شهرستان اردبیل گذروندم و در یک خانواده سنتی اما در واقع علاقه‌مند به ساحت هنر و به نوعی اصطلاح خانواده‌ای که توجه خاصی رو به هنر داشتن. به تبع خب تربیت خانوادگی من از همون ابتدا در این فضا شکل گرفت و دوران طفولیت و تحصیلات دوران ابتدایی رو در همون شهرستان گذروندم و یادم میاد که از همون ابتدا به نظر میاد که داشتن خط خوش و توجه به نقاشی و صوت خوش و موسیقی در خانواده ما یک حالت در واقع میشه گفتش که طبیعی و نهادینه بود و از ابتدا توجه میکردن. بنابراین فکر میکردم که طبیعی است همچین نگاهی به هنر. جزو اولین توجهاتی که به هنر شد در دوران کودکی من به یاد دارم که روزی بود که به دلیل اینکه من مشقامو خوب نوشته بودم و خوش خط نوشته بودم، پدرم خیلی به این موضوع توجه خاص کرد و باورش نمیشد که این میتونه خط خود من باشه. من این به یادم هست کاملا، با توجه به اینکه برادر بزرگتر من که به شاید الگوی من هم ایشون بود در مراحل اولیه، به هر حال علاقه‌مند به هنر بود، ولی من در خودم یه همچین حسی رو نداشتم تا اینکه این توجه رو پدرم به این موضوع کردند و احساس کردم که میتواند خط منم خوش باشد و این برای من جالب بود که توجه کردم به این مقوله. خطوط اسلامی شامل اقلام ششگانه متعلق به ابن مقله شیرازی است که با خط کوفی شروع شده و با خط محقق پایان می‌یابد. خطوط کوفی سلس و نسخ و توقیع و ریحان به صورت قطعات متعلق به دوره‌های اسلامی در تالار طبقه اول هستند. از ارزنده‌ترین خطوط کوفی این تالار خط کوفی ایرانی روی پوست است. قطعه خط تبریک عید سعید نوروز با خط نستعلیق تزئینی به رقم حسن زرین قلم ملقب به تاج الشعرا
در دوره قاجار. در سال تقریبا 59 بود که دوره سربازی وارد انجمن خوشنویسان ایران شدم و از اساتید بزرگواری که اونجا بودن از جمله استاد فرادی که اولین استاد خوشنویسی من بود آشنا شدم و دوران در واقع آکادمیک خوشنویسی رو تحت نظر ایشون شروع کردم. از محضر استاد کابلی هم بهره بردم و خوب و فضا با اینکه مدت کوتاهی من در انجمن بودم ولی تأثیر بسیار خوبی رو در من گذاشت و خاطرم هستش که دوران سربازی من تقریبا معطوف شد به اینکه بتونم در عین خدمت به از به اصطلاح فضای انجمن هم استفاده کنم. خب بعد از اتمام دوران خدمتم به دلیل اینکه من شهرستانی بودم و از اردبیل اومده بودم تهران، علاقمند بودم که این موضوع رو ادامه بدم، منتها خب شرایط که شرایطی بود که من بایستی یه فضایی می‌داشتم که می‌تونستم تو اون فضا زندگی بکنم و دوست نداشتم که در واقع برم سراغ خانواده و خانواده یعنی فامیلی که در تهران داشتم. در صدد این بر اومدم که خودم مستقلن رو پای خودم این در واقع جریان رو ادامه بدم و تقاضا کردم که در اون زمان بمانم در ارتش و نیروی زمینی که بتونم خدمت بیشتری بکنم، به خاطر علاقمندی به خوشنویسی و خط بود که منجر شد به این که به واسطه یکی از دوستان من معرفی شدم به نیروی زمینی و بعد از اتمام خدمتم به عنوان کارمند موقت وارد ارتش شدم که یکی دو سال اونجا داشتم خدمت می‌کردم که بتونم از انجمن و فضای خوشنویسی اونجا بهره بگیرم. اونجا با یک عزیزی آشنا شدم که دوست صمیمی بنده است به نام دکتر خزایی که ایشان در صدد آمدن به دانشکده هنرهای زیبا بود و دنبال این بود که بتونه وارد دانشکده هنرهای زیبا بشه و چون ما با هم دوست و به اصطلاح رفیق شدیم، ایشون از من همین تقاضا رو کرد که چرا نمیری دانشگاه هنر زیبا. منم چون علاقمند بودم به فضای هنری، حتی یادم میاد که در دوران راهنمایی که وقتی مشاوره های آموزشی به ما میدادن، در انتخاب رشته هنرهای زیبا رو من همیشه میزدم به دلیل اینکه فقط کلمه هنر توش داشت، نه اطلاعاتی از هنرهای زیبا داشتم نه چیزی. دیدم این خاطره دوران کودکی من تجدید شد و مجدداً هنر زیبا رو ایشون معرفی کرد به من و من تونستم این فضا رو بشناسم که وارد هنرهای زیبا به عنوان در واقع دانشجوی هنرجویان کنکور شدم. در سال 62 من در این حال که بعد از دوران آموزشیم در انجمن خوشنویسان وارد خود اون فضا شدم و به عنوان مدرس و استاد اونجا شروع به تدریس کردم، همزمان با تدریسم در انجمن خوشنویسان ایران در سال 1362 اولین دوره در واقع بازگشایی دانشگاه‌های ایران بود بعد از انقلاب فرهنگی که من کنکور دادم و در رشته گرافیک وارد دانشکده هنرهای زیبا شدم. طبیعتاً هنرهای زیبا و اساتید دانشکده هنرهای زیبا مثل استاد خط من که بسیار بسیار در روند هنری من مؤثر بودند، در اصطلاح ساختار ذهنی و فکری و کاری من بسیار مؤثر بودند. از جمله اساتید بزرگواری چون مانند استاد بزرگوار استاد مرتضی ممیز، استاد محمد احسایی، استاد جلال شباهنگی، استاد محمد حلیمی و خیلی از اساتیدی که الان شاید میخوام اسم ببرم به تعداد خیلی زیادی میرسه، این عزیزان در
به اصطلاح ساختار ذهنی من به عنوان یک طلبه هنر خیلی خیلی موثر، اصلا کلا فضای آموزش دانشکده و دانشگاه تأثیرات فراوانی را در نگاه من ایجاد کرد. خب داشتن اساتید بزرگ، بسیار بزرگ در این مقطع تحصیلی خیلی خیلی موهبت بود برای من. طبیعتاً به پیشنهاد خود اساتید بزرگوارم استاد مرتضی ممیز، استاد محمد احسایی، در سالی که من دانشجوی فکر می‌کنم سال دو بودم، به انتخاب اساتید بزرگوار من تونستم در کنار این بزرگواران شروع به آموزش و تدریس بکنم و از اون سال تا به امروز هم از هنرهای زیبا دور نبودم و جزء معلم‌های این مدرسه بودم. در طبقه دوم موزه میر عماد، خطوط تعلیق، نستعلیق و شکست نستعلیق قرن 9 الی 13 هجری قمری قرار دارند. بخشی از این طبقه منحصراً به نمایش آثار میر عماد الحسنی شامل خطوط مرقع است. خطوط میر عماد شامل قطعات نستعلیق چلیپایی و سیاه‌مشق هستند که بین سالهای 994 تا 1019 نوشته شدند. مرقع میر عماد با دو بخش مفردات نویسی و متن مناجات نامه به خط نستعلیق و با امضای میرعلی تبریزی و میر عماد الحسنی زینت بخش این طبقه هستند. خب نگاه گرافیکی به خط، نگاه به عنوان یک فردی که حالا اسمشو میذارن که نقاشی میکنه با خط و همه اینها طبیعتاً به دلیل اون علاقمندی من بوده و چیزی از قبل بخوام به اصطلاح برنامه ریزی بکنم به صورت دیکته شده وجود نداره. ناخودآگاه من و در واقع علاقمندی و به این ساحت همیشه بوده و هست، به دلیل اون در واقع خیال انگیز بودن این مقوله هست که واقعا نوشته دو بعد بسیار بسیار عمیقی داره. بعد ظاهری و اون صورت موضوع هست که یک بار فرهنگی غنی رو با خودش داره حمل میکنه. شما با دیدن یک خط و نوشته طبیعتاً به اون در واقع المان‌های نهفته در خط که سال‌های سال به نوعی تحمیل شده به نوشته، مثلا فرضیه نوشته رو می‌بینید که اگر نستعلیق باشه می‌گید بار فرهنگی داره، بار ادبیاتی داره، بار یه خط نسب سوس که می‌بینیم می‌گیم بار مذهبی داره و و و اینها در واقع جذابیت‌هایی رو ایجاد می‌کنه که میشه به فضای متعدد آدم فکر کنه. این خیلی خیلی با ارزشه، در صورتی که در تصویر ممکنه که ما سریعاً به موضوع راهنمایی بشیم و قال قضیه کنده بشه و تموم بشه. این جذابیتش و این خیال انگیز بودنش خیلی برای من همیشه جالبه و خب اگر که بگیم من بخوام به یاد میارم که از کجا من به این موضوع توجه خاص داشتم، همیشه یک مطلبی رو من خیلی علاقمند بودم و اونم این بود که اساساً کسایی که با خط سر و کار دارن همیشه مفهوم و مضمون نوشتار در واقع انتخاب اولشونه. خب یک شعر خوب، یک متن خوب طبیعتاً به واسطه اون ما میایم همون مطلب رو زیبا می‌نویسیم، ولی برای من همیشه مهم این بود که کسی که نوشته ما رو نمیتونه بخونه چگونه میتونه با یک اثر به اصطلاح خوشنویسی یا یک اثری که منتج از یک رفتار خوشنویسانه است، حالا
در فضای نقاشی، در فضای گرافیک چگونه میتونه ارتباط بگیره و با اینکه این عبارت و این پیام رو نمیشناسه. این همیشه ذهن من رو مشغول کرده بود و دوست داشتم که روزی بتونم کاری رو انجام بدم که یه کسی که من نوشته های یا خط ما رو به اون معنای ادبیش و مفهومی معنایش نمیتونه بخونه، وقتی میبینه یک حسی رو که من میخوام رو بهش منتقل بتونم بکنم، که این اتفاق افتاد. چرا که یک روزی یک فردی که اصلا زبان منو نمیشناخت و نمیدونست فارسی اصلا چی هست، خب غیر ایرانی بود، یک فردی بود که ایرانی نبود، یک کار در واقع با یک فضای خاصه، فضای خاصی که من انجام داده بودم رو دقیقاً دست گذاشت دقیقاً رو همون معنا و ایشون این رو جوری تعریف کرد، برای من دیدم که دقیقاً اون چیزی که من مد نظرم بوده ایشون از اون برداشت کرد و فهمیدم که میتونه یک فضای تغزلی، یک فضای حماسی، یک فضای مذهبی میتونه توسط یک هنرمندی به واسطه کلام اتفاق بیفته بدون اینکه شعاری درش باشه، شعاری که به واسطه اون ادبیات ما بخوایم این معنایی رو به کسی منتقل بکنیم. و اون روح و جوهره معناست که به نظر من وقتی آدم درکش بکنه، اگر بتونه با اون مفهوم کار بکنه، به تبع کارش اون معنا رو در ذهن آدمی که حتی اون مطلب رو نمیتونه بخونه رو تداعی میکنه. و این جذابیت ادامه داره برای من که وقتی که حتی به واسطه یک سری عبارات ناخوانا گاهی وقتا یک مفهومی تو ذهن من هست ولی کلام خیلی ثابتی رو در اون معنا دنبال نمی کنم، می بینم که کاری که می کنم به همون معنا به شکلی نزدیک میشه. فرض وقتی شعر مولانا تو ذهن منه که در هوایت بیقرارم روز و شب، سر ز پایت بر ندارم روز و شب، با این زمزمه با این معنا من وقتی کار میکنم ناخودآگاه، اگر عبارت خانا هم نباشه، این معنا در کار من متجلی میشه. این چیزی است که خیلی برام جذابه. در کنار این موضوع اشاره میکنم به اون در واقع فضایی که میتونم ادعا بکنم که یکی از مؤثرترین المان ها یا که مؤثرترین در واقع چیزهایی که میتونه در کار آدمی مثل من مؤثر باشه موسیقی است و شاید فضای اون بخش عمده ای از زندگی من هم معطوف به این موضوع هست، به دلیل اینکه تاثیر بسیار بسیار عمیقی رو در کار تجسمی میگذاره و گاهی وقتا بین این دوتا رشته و این دوتا معنا یک رابطه بسیار بسیار قوی رو من احساس میکنم. بنابراین جا داره از استاد موسیقی خودم که استاد سده فصل و ایشون بسیار زحمت کشیدن، من اینجا ازشون یاد کنم. وظیفه خودم میدونم که به عنوان یکی از معلمه هایی که رو من تاثیر فراوانی گذاشته از ایشون همینجا یاد بکنم. بنابراین این در واقع تلاقی آدمی رو میسازه که اصلا من نمیخوام بگم که من چی کار هستم، اصلا دنبال تعریف خوشنویسم، نقاشم، نمیدونم گرافیستم، اصلا بهش برای من مهم نیست. مهم اینه که به واسطه نوشتار و کلام و خط من میتونم آنچه که در درونم هست رو بیان کنم و در این حال فهم اندکی که از موسیقی دارم. این اون چیزیست که در آثار من هست. ممکنه که بگه نقاشی خطه، که بگه خط نقاشی، ولی طبیعتا من دوست دارم با خط نقاشی کنم. من دوست دارم سیاه‌مشق برای من یک داستانی است اصلا، از شاید بگم یکی از بهترین، یکی از زیباترین جلوه‌های بصری خوشنویسی سیاه‌مشق بوده که از دورانی که در خوشنویسی خودم رو شناختم این گرایش رو در خودم دیدم و توجه خاص و ویژه به آثار گذشتگان رو جزء در واقع ارکان کارم قرار دادم همیشه، چون اعتقاد دارم هر چیزی رو، هر رشته‌ای رو از بن و ریشه میشه شناخت و این برای من خیلی حائز اهمیت. خطوط نستعلیق طبقه دوم موزه میر عماد شامل دوره‌های مختلف اسلامی ایرانی به شیوه جلا و خفا است. مانند میرعلی کاتب تبریزی، عبدالرشید دیلمی، سلطان علی مشهدی،
میر علی هروی، میر سید احمد مشهری، شاه محمد نیشابوری و هنرمندان دیگر است. به نظر من یک هنرمند مجموعه در واقع رسوباتی است که از اون دوران طفولیتش تا برسه به فاز آموزشی و حتی خودش یه روزی مثل من اگر معلم بشه، طبیعتاً هر روزش میتونه در خلق یک اثری که میخواد به عنوان یک اثر هنری خلق بکنه مؤثر هست. طبیعتاً آنچه که استادا به ما آموختند تداوم در کار و علاقمندی، عاشقانه کار کردن، من اعتقاد دارم هنر یک مقوله ایست که حرفه نمیشه بهش اطلاق کرد، بلکه به نظر من یک عشقه و یک علاقمندی است که اصلا بدون هنر اگر هنرمند بخواد زندگی کنه به اعتقاد من هنرمند نشده و واقعا با هنرش آدم بایستی تنفس کنه، زندگی کنه. مثل رودیست که اگر که مسیر رودخانه تغییر میکنه، جریان هنری آدم به تناسب تغییرات این رودخانه فرم میگیره، شکل میگیره و هیچ وقت از تکاپو و حرکت وای نمیسته. به نظر من اگر وایسته بیشتر تبدیل میشه به گنداب. بنابراین غم و شادی هر کدوم به هر حال در هنرمند تاثیر خودشو داره و هر لحظه با هر حس و حالی اثرش رو خلق میکنه. به نظر من اونچه که الان خیلی شاید زیاد آدم به چشمش نمیخوره اون عاشقانه کار کردنه و عشق به هنر هست. اگر کسایی موفق بودن به نظر من افرادی بودن که و افرادی هستند که عاشقند، شغلشون هنر نیست. حتی من اعتقاد دارم در تدریس هم همینطوریه، چون خودم من این احساس رو در خودم دارم که بیشتر از آنچه که اصلا شغل من شغل معلمی نیست. به هنرجوام هم همیشه میگم من عشقم تدریسه نه شغلم. یعنی ممکنه کار دیگه ای بکنم برای امرار معاشم، ولی هیچ وقت از تدریس برای امرار معاشم استفاده نکردم. یعنی تدریس نکردم که صرفا پول بگیرم و زندگیم بگذره. بنابراین عشق به تدریس جزو چیزهایی است که من در جزو مواردی است که در زندگیم بعد از گذشت 30 سال تدریس در خودم احساس میکنم که چقدر من عاشق معلمی هم، چقدر شاگردامو دوست دارم، چقدر از آموختن لذت میبرم و اینکه شاگردای سالهای دور خودم رو میبینم که الان بعد از گذشت 35 سال هنوز نگاه روز اول رو به من دارن، کیف میکنم، احساس خوبی بهم دست میده و همچنان این حس رو در خودم دارم. تا زمانی هم که این وجود داره قطعا تدریس خواهم کرد. خب مسئولیت بسیار بزرگی هم هست، عاشقانه باید کار کرد، باید زحمت کشید و باید چیزی رو برد سر کلاس که به هر حال با یک سری انسان هم سر و کار داره. بزرگترین سرمایه های به نظر من زنده موجودند، به خصوص جوان ها. و من اینو اینجا اعلام میکنم که بعد از خانواده‌ام به هر حال ارادتی که به اساتیدم دارم، بعد از اون عاشق شاگردامم و خیلی ازشون آموختم، هم از معلمام هم از شاگردام. و این آموزش دو طرفه است و دو سویه است. اینجوری نیستش همیشه ما به دانشجوامون آموختیم، ازشون هم یاد گرفتیم. بخش سیاه مشق‌های موزه میر عماد بیشتر متعلق به قرن 13 هجری قمری است که با خطوط سید آقا حسینی خوشنویس باشی، میرزا غلام رضا، کلهور، عماد الکتاب، اسدالله شیرازی و سید گلستان ما را به تماشای آثارشان دعوت می‌کند. تفننی مثل قطعات خطی گلزار، تصویری، تزئینی،
قطایی و ناخنی متعلق به قرن 10 تا 13 هجری قمری بخش دیگری از تابلو خط‌های این مجموعه هستند. من فقط میتونم یه توصیه رو به هنرجوها داشته باشم، اونم تمرین عشق در هنره، که هنر رو در واقع از دوست داشتن، علاقه‌مندی، نگاه، توجه و کلمات شاید کم عمق‌تر از اینها بگذرن ازش. و وقتی که ما بگیم که بدون هنرمون زندگی برامون سخته، من نمیتونم بدون کارم زندگی کنم، بدون هنرم زندگی کنم، به نظر من اینجا دیگه اصلا لذت بخش‌ترین قسمت ماجرا. اینو دوست دارم که بچهای نسل الان تجربه کنن، تمرین کنن، به هر حال خودشون رو بسپارن به تجربیات بزرگان رشته و گوش بدن، شنوا باشن. خب درسته که الان اطلاعات وسیعی در اختیار همه عزیزان هست، ولی من اگر که اینجا نشستم و چند کلمه که اصلا صحبت کردن خیلی برای من سخته، اگر چند کلمه هم عرض کردم، واقعا اعتقادم بر اینه که از برکت وجود آدم‌هایی بوده که اینها در واقع همین موضوع رو به ما آموختن. ای دل هوا اسباب جهان خواسته گیر، باغ طربت به سبز آراسته گیر. بنای آینه این حرم رسید به سر، رسید نوبت دیدار از دری دیگر، در هنر که به روی جهانیان باز است. به نام خداوند خورشید و ماه، که دل به نامش خرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مه، خداوند این برکشید سپه، پناه گوان پشت ایرانیان، رهایی نیابم سرانجام از این، خوشا باد نوشین ایران زمین، درود جهان آفرین بر تو باد، خم چرخ گردان زمین بر تو باد، پذیرفتم از دادگر داورم که هرگز پیمان تو نگذرم، که هرگز پیمان تو نگذرم. تو گویی به سوگند پیمان کنم، که هرگز وفای تو را نشکنم، پذیرفتم از دادگر داورم
سرانجام از این خوشا باد نوشین ایران زمین، خوشا باد نوشین ایران زمین، خوشا خوشا خوشا. کوشش مکن هیچ سستی بکن، بگی تی جزونیز پرورده